ما ماجراهای منو خدا. چرا همه خوابیدن؟ آقا خروس کجایی؟ لنگ زورا؟ بیبی امروز مهمون داره، نمیخوای بخونی بیدارش کنی؟ چه خبر شده؟ ساعت چنده؟ لنگ زوره. آگه لنگ زهره؟ پس ظرف شیر من کن ها؟ سلام بی بی ما. سلام عزیز زای دل. جوپ امروز چه زیباست، در چارت آرزوهاست، درخت ها و بوته ها، خروس ها و گوسفندا، همه با هم هم صدا میگن که شکر خدا، میگن که شکر خدا. خدا آسمون آبی تر، جوهای لبریز آب ریزش پروانه ها، بگیم که شکر خدا، بگیم که شکر خدا. دست و رو تو آب بزن، گوسفندا کو؟ تو چرا؟ اینجا همه همیشه خوشحال و رو به راهن، تو خونه ی بی بی ما همه ی دنیا شادن. خوشحال و بی ملال باش، همه رو دوست داشته باش، درخت ها و حیفونا با همه مهربون باش، با همه مهربون باش. خودم، آی خودم، با تو هم ها، گربه تنبل، پاشو بینم، پاشو، ببینم، این فرچه مسواکی که من تو ایوون بی بی ما گذاشته بودم و برداشتی سریع به من زود برگردون، بودو بینم، با تو هم ها، آی گربه تنبل، پاشو بینیم بابا، پاشو دیگه. آخ آخ آخ، من کلم داره گیج میره، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ من اینجا چی کار میکنم؟ خیلی سریع این فرچه مسواک منو به این برگردون، همین الان. داد نزن، من که نمیدونم تو داری در مورد چی حرف میزنی، گاو مزاحم. تو راست میگی. دارم میگم با زبون خوش بدش به خودم، جناب خودم. منم دارم میگم برو مزاحم کار من، یعنی خواب من نشو. تو خودت برداشتی و کار خودته. خودم
من الان 1 سال و 2 ماه و 4 روز مسواک نزدم، فهمیدی؟ پس برای همین اونو برداشتی که مسواک نزنم و دندوناب خراب بشه و تو خوشحال بشی؟ آره نه خیرم، من وقتی خوشحال میشم که بی بی ما تو رو بفروشه و من راحت شم. به همین خیال باش گربه یه تنبل خوابالود، به درد نخور، من اصلا باز قهرم. آخ جون، منم باید قهرم، نمیخوام ریخت اون شاخهای سفیدتو ببینم. اصلا میدونی چیه؟ منم وقتی اون سیبیلای نامرتب تو رو میبینم میدونی سکسکم میگیره. اصلا من دیگه با تو هیچ کاری ندارم. ای گربه چاق تنبل توپل، بلند شو ببینم فرشه مسواک منو بده. تو خیلی به در نخوری، من رفتم. یا برو بابا. کجام پس؟ شاخ سفید، شاخ سفید، خودم، خودم، کجایی؟ زود بیا اینجا کارتون دارم. بله من اینجا. شما اینجایی؟ ما هک اتفاقی افتاده. سلام شاخ سفید، خودم کو؟ به من چه کجاست؟ من باهاش قهرم، فرچه مسواک منو برداشته. آخه چرا شما دوتا با هم قهر کردین؟ آخه چرا خودم باید فرچه مسواک تو رو برداره؟ این گربه لوس تنبل همیشه میخواد منو ناراحت کنه. خب حالا میخواد چیکار کنی؟ من دیگه با اون خودم حرف نمیزنم، باهاش قهره، قهره، قهرم. تو که قهره، قهره، قهره هستی. خب تا همیشه. ولی معلم ما میگه هیچ وقت با همکلاسیتون قهر نکنی. بلا به دور، اون گربه خوابالو کجا کلاسش به من میخوره آخه؟ خب شما دوتا دوستای من هستین دیگه، من این همه رو اومدم که اینجا دوستای جدید پیدا کنم و به هم خوش بگذره. من دوست دارم بازم با هم دوست باشیم و ستایی بازی کنیم. خب ما دوتا با هم دیگه بازی کنیم، من که هستم. خب ما ببین نگاه کن، من رفتم دریور این همه صدا و سوسال جمع کردم، خوشگلم نه؟ باشه باشه برای بعد ماهک جون، من الان حوصله ندارم، باید برم کنار رودخونه کار دارم. خدا بس. چرا رفت؟ تو برای چی فرچه مسواک شاخ سفید رو برداشتی ها؟ من آخه فرچه مسواک اون گاوه به چه درد من میخوره ها؟ ولی شاخ سفید گفت تو اونو برداشتی، برداشتی که اونو ناراحت کنی. نه من بر نداشتم، حیف چرت من نیست خرابش کرد و اومد با من دعوا کرد. حالا با هم قهر کردی؟ تو هم قهری؟ بله که قهرم، قهرم و دیگه هم باش آشتی نمی کنم. ولی ماهک اصلا اصرار نکن، بهش بگو کسی رو نفرسته، من باهاش آشتی نمی کنم. چی؟ ولی اون به من نگفته بیام اینجا که من خودم اومدم. باشه حالا هم برو که من میخوام یه چرت آرامش بزنم تا حالم خوب بشه، امروز خوب نخوابیدم، تمرکزم خراب شده. خودم پس من با کی بازی کنم؟ برو با تبلتت بازی کن. من که تبلت ندارم. گوشی مامان و باباتو بگیر بازی کن. میخواستم صدفمو بهت نشون بدم. آهنگ جان، این صدفایی که امروز از دریا جمع کردی خیلی قشنگ بودن. بله بیبی خیلی قشنگن، تازه میخوام واسه دوستام هم سوغاتی ببرم. آفرین آفرین بیبی. آره همه شون قشنگن. بله خدای مهربون همه این صدفا رو با شکلای قشنگ قشنگ آفریده. میدونم بیبی، خاله هما میگفت که همه دنیا و هرچی که توش هست خدای مهربون آفریده. دست خاله هما درد نکنه که این چیزای قشنگو به نوه گلم یاد داده. حالا بگو ببینم، به دوستات نشون دادی صدفا رو؟ آره من رفتم که بهشون نشون بدم، تازه میخواستم یه دونم بهشون یادگاری بدم. ولی چی بیبی؟
اونا به هم قهر کردن بیبی یعنی دعوا کردن و قهر کردن. ببینم مگه دوستای خوبم با هم قهر میکنن؟ قهرن دیگه. چه کار بدی، چه کار بدی. راستی بیبی شما هم با دوستاتون قهر میکردین؟ قهر؟ آره وقتی بچه بودیم با دوستامون قهر میکردیم. خب بعدش چجوری آشتی میکردیم؟ بعدش خیلی زود دلمون واسه هم تنگ میشد و آشتی میکردیم. خب وقتی دوتا از دوستتون با هم قهر بودن شما چی کار میکردیم بیبی؟ هیچی، میرفتم باشون صحبت میکردم، میگفتم قهر کار خوبی نیست، باید با هم آشتی کنی. خب منم باشون حرف زدم ولی اونا بازم با هم قهرن. فهمیدم، تو میخوای کاری کنی که دوستات با هم آشتی کنن. آره بله بیبی، ولی نمیدونم چی کار کنم. وایسا، حالا با هم دوتایی فکری میکنیم، یه برنامه میریزیم، یه راه حلی پیدا میکنیم تا این دوتا با هم آشتی کنن، خوبه؟ آره خیلی خوبه بیبی جون، شما هم خیلی مهربونی، بهترین بیبی ماه دنیایی. تو هم بهترین نوه دنیایی عزیز دلم. شما اینجایی؟ چیه؟ چیته؟ چرت منو پاره کردی که چی بگی؟ ماهک ها؟ ماهک؟ اتفاقی افتاده؟ من وسایلمو جمع کردم دارم میرم تهران. چی؟ راست میگه، تو که قرار بود چند روز دیگه هم بمونی ماهک. خب وقتی شما با هم قهر هستیم بهتر منم برم خونمون، حسنم سر میره. بعدم دوسته من اونجا با هم قهر نمی کنن، ولی شما دوتا حالا نمیشه نری؟ من دلم خیلی واسه تنگ میشه. خب آره تنگ میشه، درسته من خیلی وقت خوابم و نمیبینمت، ولی دوست ندارم بری. که خب شما واسه هم چاره ای نداشتین دیگه، منم میرم و شما خیلی خیلی طولانی با هم قهر باشین. یعنی اگه ما با هم قهر نباشیم تو دیگه نمیری؟ نه خب اونطوری شاید بتونم کاری بکنم، شاید بتونم چند روزی هم بیشتر بمونم. باشه تو بمون، ما یعنی منو شاخ سفید. آره من دیگه قهر نیستم با خودم، بمون دیگه ماهک. اگه با هم آشتی کنین و قول بدین که دیگه با هم قهر نکنین باشه. هورا ما دیگه نمیریم، ما با هم قهر نمیکنیم. هورا انگشتای دست کنار هم بمونی، دوست باشیم و همیشه قدر هم رو بدونی، مثل انگشتای دست کنار هم بمونی. خودم ای بابا اینجای تو داری چیکار میکنی خودم؟
چی؟ میگم داری چی کار میکنی؟ مگه نمیبینی؟ دارم موزیک گوش میدم دیگه. ای بابا، میخوام با اموالینا برم با ماشین سواری بابا، بعدم با بیبی ماهینا بریم دریا. ما بیا بریم دیگه، خیلی خوش میگذره، کلی بازی میکنی، تازه جای دیدنی رو هم میگردیم. بیا بریم. نه نه نه، شما برین، من دارم موزیک گوش میدم، میخوام ورزش کنم. برو ورزش؟ دیگه همش خوابی. آره من، برو دیگه، برو بذار موزیک گوش بدم، برو خوش بگذره. برو برو بچه جون. بابا بابا نمیاد با من. بابا امروز هوا عالیه، به به چه هوایی. ما ما چی بود؟ کی بود؟ باش ما این چرا اینجوری کرد؟ چرا ترسیدش؟ من که کل نکردم. برش کن برم ادامه بازی بکنم. محک، این چه تیپ و قیافه یه که برای خودتو درست کردی؟ رفتی بودی این شاخ سویدم ترسوندی. خب من که کاری نکردم، فقط بازی کردم. بازی؟ پسر جون، شما به این بازی ها میگی بازی؟ این بازی ها بازی های خطرناکیه، شما نباید اینجوری بازی بکنی. اول این شنل تو در بیار من ببینم. امروز رفتی بودی شمشیر کشیده بودی برای اینون، برای شاخ سفید ترسوندی؟ شما کار خیلی اشتباهی کردی. من میخوام امروز به شما یه بازی خیلی خوبی یاد بدم، منتهای شرطی داره. باشه. آها، حالا شرطشو بهت میگم. شما 1001 مدل بازی داریم که خطرناک نیستش. نقطه چین داریم، میتونی بازی بکنی. تو بازی داریم، میتونی بازی کنی. چند بازی داریم؟ خب اینا رو نمیشه تنها بازی کرد که. بله اینا رو نمیشه تنهایی بازی کرد، اینا رو شما میتونی با دوستات بازی بکنی، با پدر، مادر، خواهر، برادر. اما من که خواهر برادر ندارم، کاش داشتم. نه ببین ماهک جون، ایشالله که من برای شما فردا صبح وقتی که رفتیم تو این روستا رو قشنگ بهت نشون دادم، بچه‌ها و دوستا رو بهت میارم، جمع میکنم دور هم دیگه، این بازی ها رو اونجا یادتون میدم. واقعا قول میدی به هم یاد بدی؟ بله که قول میدم، فقط شما اون شرطه که اولش بهت گفتم یه شرط داره. شرطش هم اونی که باید دیگه قول بدی بازی خطرناک نکنی. باشه؟ باشه چش، حتما. آفرین. شاخ سفید جونم، معذرت میخوام دیگه. آها، خیلی منو ترسوندی، من ازت خیلی دلخورم. چرا ازم دلخوری؟ من که عذرخواهی کردم، میدونم بازیام خوب نبود، ببخشید. همین؟ درد میخوام دیگه، آخه اموایل به من گفت که کارم اشتباه بود و این بازی ها خوب نیست. بیا با هم آشی کنیم دیگه. باشه. بگو. باشه. آخه چرا این بازی ها رو میکنی؟ این همه بازی خوب هست، قایم باشک تو بازی دیگه این کارو نکنی. باشه. باشه دیگه، از دستم ناراحت نباشی. خوب.
باشه، تو هم قول بده دیگه این کارو نکنی. باشه باشه باشه، دیگه تکرار نمی کنم شاخ سفید جونم. چشم، بس با هم دوست باشیم. باشه باشه، من چند تا بازی رو یاد میدم که خیلی سرگرم کننده هست. بازی خوبه همیشه، بازی کودکانه، بدون قهر و دعوا، بدون هیچ بهانه. صدای خنده هامون رسید به گوش ابرا، دستامون تو دست هم، شیرین دنیای ما. سر حالیم و آماده، هم بازی کوچولو، وقت بازی رسیده، اسم بازی رو بگو، اسم بازی رو بگو، اسم بازی رو بگو، اسم بازی رو بگو، اسم بازی رو بگو. خب اینجام که سیر آب هست، کاشیکم به گلاب بدم. آره بیبیر خوشحال کنم، یکم هم کمکش کرده باشم. مایک جون، مایک جونم اومدی؟ دیروز خوش گذشت؟ ها؟ آره؟ شخصی بی خیلی خوش گذشت، چقدر قشنگ بود جایی که رفتیم، تازه امروز هم میریم گردش. چقدر خوب، وقت داری بریم طویله ببعی کوچولو رو نشونت بدم؟ آره آره دوست دارم ببینمشون. بریم. و باز گذاشته رفته شاخ سفید. خودم ماهک، بیاین اینجا ببینم. بگید ببینم کیا به این با ارزشی و رها کرده رفته. ها بله بله بیبی، بله امر بیبی. چی شده؟ باز چی اتهامی میخواییم به من بزنین؟ چی شده؟ مگه شما تو این خونه نیستین؟ هستیم. پس بگید ببینم کی شیرا بابا کرده رفته؟ نمیدونین؟ نمیدونین نه؟ چیزی شده بیبی؟ بله که چیزی شده، من اومدم دیدم شیر آب همینجوری باز، آبم همینجوری هدر میرفت. ببخشید ببخشید بیبی. چی شده؟ راستش من یادم رفت آب ببندم. یعنی چیز میخواستم وقتی مامانم صدام کرد که بریم پیکنیک، آره دیگه اینجوری شد که من یادم رفت آب ببندم. آخه گل پسر بیبی، قشنگ بیبی، ما امسال سال کمبارشی داشتیم، با بحران خوشسالی مواجهیم بیبی. ما باید سعی کنیم با مصرف درست آب دوچار بیابی نشیم، فهمیدی بیبی؟ اصلا بگیم ببینم، میدونین اگه آب نباشه چه اتفاقاتی میفته؟ کی میدونه
بین شما آب میتونه چیکار کنه؟ من میدونم مادر بزرگ، آب میتونه شیر منو زیاد کنه. آب میتونه کلومو باز تازه کنه مادر بزرگ. گلای توی باغچه ها، درختای توی جنگلا، مورچه توی خشکی ها، فواره ها، رودخونه ها. مادر بزرگ لباس ما آدم رو، دست و صورت ما رو. آفرین ننه جو. آب میتونه گریه کنه بخنده، آب میتونه بخوابه. بخوابه مادر بزرگ. آره بیبی جون، شیر آبو ببند تا بخوابه. آدم دلش میخواد فقط نفس بکشه. اونجا رو نگاه، چقدر آسمون پر از ستاره است. وای کاش دوست من بودم با هم ستاره رو میشمردیم. حیف، چقدر دلم میخواست اینجا با دوستم توپ بازی کنم. چرا شهری که ما توش زندگی میکنیم اینجوری نیست؟ قبول باشه بیبی. قبول حق باشه نبیه گلم. بیبی جایی که امروز رفتیم خیلی سبز و قشنگ بود، من خیلی دوستش داشتم. همون جایی که رفتیم نشستیم میوه خوردیم و میگی؟ آره اون بازارم بود که بعدش رفتیم، اونم خیلی قشنگ بود، همه چیزای رنگی رنگی داشت. خب خدا رو شکر که بهت خوش گذشته. ما باید قدر این قشنگی ها رو بدونیم و درست ازشون استفاده کنیم. بیبی چرا شهری که ما توش زندگی میکنیم انقدر سبز نیست؟ شهرهای شمالی بیبی به خاطر اینکه بارون زیاد میباره آب فراوونی هم داره، واسه همین هم هستش که همه جا سرسبزه. آره بیبی ما خیلی تو شهرمون بارون نمیاد، بعضی وقتا میاد ولی نه زیاد. بیبی اگه یه روز آب نباشه چی میشه؟ خیلی خیلی سخت میشه نوی گلم. خیلی ها اون چیه؟ این صندوق هست بیبی. اون چیه دیگه؟ اگه بخوای ببینی صورت من نمیشه، آبو بریز رو زمین، اصراف بکن همیشه. هرکی آبو هدر داد دوست دیر جنگله، زمینا که خشک شدن اون وقت میام من. بله شیر چرا ساکتی بیبی؟ چی؟ به چی حواسمون باشه؟ اون کجا رفت؟ چی بیبی؟
حواسمون به آب باشه دیگه. ولی رو که دست ما نیست. بلش کن، حبه خیالاتی شدم دیگه، از اون کارتونه ترسناک نگاه نمی کنم. چیزی گفتی بیبی؟ نه گفتم که بارون دست ما نه نیست. آره هم نگفتم درست دست ما نیست، پس باید حواسمون به آب باشه. یعنی چی؟ یعنی ما باید مراقب آب باشیم مادر بزرگ؟ نه بیبی، منظورم اینه که باید درست استفاده کنیم، درست مصرف کنیم، آب و هدر ندیم علکی بیبی. یعنی آب کم بخوریم؟ نه بیبی، یعنی اینکه آب و ببندیم موقع حموم رفتن، مسواک زدن، حواسمون باید به آب باشه دیگه. آها فهمیدم بیبی. وای بیبی چی شده؟ من الان یادم افتاد که وای شیر آب حیات. وای چه چیزی شده بیبی؟ نه یعنی آله، یعنی نه چیز، من الان میام بعدا بهتون میگم بیبی، باید فوری بدم. وا چطور شد؟ خوب شد بستمش. آخش چقدر توش بد میشد. خوب شد یادم اومد. وای چقدر تشنم شده، داشتم تو خواب دریا خواب میدیدم. برو کنار. سلام خودم، چی داری به خودت میگی؟ سلام ماهک، هیچی، اومدم آب بخورم. تو چرا اینجایی؟ تو هم تشنه شدی؟ نه من تشنه نیستم. خب بیا دیگه، بیا بخور. خب تو اگه بری کنار من میام آب میخورم. خودم میگم که اگه یه روز آب نخوری چی میشه؟ وای نه، مگه میشه؟ من حاضرم یه روز نخوابم ولی آب بخورم. پس باید حواست باشه که نباید زیاد آب هدر بدی. چیز آب تموم میشه. چی؟ من که فقط آب میخورم، خودم حواسم هست. یعنی حموم نمیدی؟ لباساتو نمیشوری؟ راستش حموم که هی نزیاد. سلام، چی میگید به هم شما دوتا ها؟ سلام شاخ سفید. سلام، داشتم میگفتم بله که میشه ماهک خان، وقتی بارون میاد میرم زیر بارون میشینم، هم خودم شسته میشم هم لباسم، آبم هدر نمیدم. مگه خودت نگفتی؟ باید قدر آب و ماها بدونیم که تو بحران بیابی نمونیم، برای حفظ این نعمت بکوشیم وجود آب و بارزش بدونیم، وجود آب و بارزش بدونیم. حفظ آب بر ما هست وظیفه، باید قدر این نعمت رو بدونیم، از این سرمایه خوب الهی با مصرف درست بهره بگیریم، با مصرف درست بهره بگیریم. پری جنگل پس کجایی؟ تو که هر روز کنار چشمه پیشم بودی، با هم حرف میزدی، آرومم میکردی، کجا رفتی آخه؟ چشمه قشنگم، به من بگو کیه که پری قشنگ منو از من دزدیده؟ خیلی دلم براش تنگ شده، باش پیشم بود. چقدر کثیف شده چشمه آب زلالت، تیره و کثیف شده. نکنه تو هم از نبود پری دلت گرفته؟ منم همینطور، منم خیلی دلم گرفته.
دلم برای صداش، خودش، حرفای قشنگش به این تنگ شده. پری جنگل پس کجایی؟ اون کیه که میخواد چشم کثیف باشه؟ اون کیه که میخواد پری قشنگ من قهر کنه از اینجا بره؟ اون کیه که میخواد دل دشت و جنگل و درخت ها بگیره؟ ها پری قشنگ پس کجایی؟ تو که هر روز کنار این چشم منتظرم بودی، ساعت ها کنارم میشستی، با هم حرف میزدی، کجا رفتی؟ با اون پرهای رنگین و چشای زیبا تو اون تاج خوشگلت نگاه میکردی، این خبر کجا رفتی؟ چه جای باصفاییه؟ آره خیلی جایی باصفاییه. نگو به این انارای قرمز و شیرینش بنداز، ما حتی میتونی نفس عمیق بکش، چون توی هوای آلوده تهران خبری از یه هوای تمیز نیست. آه حسلم سر، به نظر من دیگه بازی بسه تا هوا تاریک نشده. بچه های خوب برگردین خونه، چون بیبی ماه میگه جنگل جادوگر داره ها. چی میگه؟ چقدر ترسی میخوره اینجا اصلا جادوگری باشه؟ واقعا نگاه کن میخوره اینجا بچه هم این صدایی چیه؟ آره منم یه صداهایی شنیدم. صدای چیه؟ شما چقدر ترسویی واقعا. خب بچه ها نگفتی ترک تنها توی جنگل بدون بزرگتر تو این وقت چه کار میکنید؟ هیچی، به خدا ما هیچی نهیدیم، به کسی هم نمیدیم. چیزی گفتی؟ اومدیم بازی کنیم. تو رو خدا بذار بریم خونم، تو رو خدا. آره راست میگه، با ما چی کار داری ها؟ من کاری با شما ندارم، من فقط شما آوردم اینجا کمی حال دوستتون بهتر بشه. پس اون داستی که توی دستت بود چی بود ها؟ من اومدم تو جنگل گیاهان هرز رو با این داس میچینم که درختان بهتر آب بخورن، رشد بهتری داشته باشن. بچه ها حرفشو باور نکنین، این میخواد ما رو فریب بده. این همون جادوگر جنگلیه که بیبی ما ازش میگفت. پس یعنی شما یعنی جادوگر جنگل نیستی؟ چرا هست؟ این همون جادوگر جنگله. نه عزیزم، جادوگر جنگل کجا بوده؟ خونه بیبی ماه نزدیکه، حسلمون سر رفته بود، فقط میخواستیم یکم تو جنگل قدم بزنیم، قشنگیاشو بیشتر ببینیم. دیگه نبینم تنهایی پا به این جنگل بگذارید. این جنگل خطرات زیادی داره در کنار تمام قشنگیاش. پس اگر تنهایی به جنگل اومدن خوب نیست، شما خودتون چرا تنهایی تو جنگل زندگی میکنین ها؟ باشی تا قبل از اینکه هوا تاریک بشه برگردیم به خونه، دیگه نبینم تنها به جنگل بیاید. هستی اسمتون رو نگفتیم. پیلان. پیلان؟ پری قشنگم دیگه من کم میارم، دیگه نمیتونم. پری جنگل کجایی؟ این جنگل و درخت ها دیگه دارن قشنگیشون از دست میدن. پری جنگل کجایی آخه؟ چی کار کنم؟ نمیدونم باید چی کار کنم. ای وای بسته دیگه، سرم رفت. هی استوب آزاد، استوب آزاد، بری خونه هاتون دیگه. چقدر گر میزنی خودم، ما که تازه بازی رو شروع کردیم. راست میگه تازه، تو هم که همش خوابی. والا از روزی که شما تشریف آوردین خونه بی بی
خواب از چشمای من رفته از بس که با این بچه ها شلوغ میکنی. پیداتون کردن. برو بابا قبول نیست، ما داشتیم حرف میزدیم، مسخره کردیم ما رو. من دیگه اصلا باتون بازی نمیکنم. زود باشین دیگه، برین خونه هاتون، بازی تعطیله. یالا. چرا؟ چرا نداره دیگه، من خوابم میاد بچه جون. برین یالا یالا، برین خونه هاتون، میخوام استراحت کنم. دلش کنیم بابا، من یه پیشنهاد خیلی بهتر دارم. فقط مسابقه دو اینا باشه من نیستم. نه خنگه. پس چی؟ میریم جنگل، همون جایی که رفته بودیم پیکنیک، اونجا خیلی قشنگ بود، میریم اونجا بازی میکنیم. پر از پینه دوز و حلزون بود. آفرین. آخ جون، پس دادی نشده بریم که زود برگردیم. بایی که تو راهشو بلدی؟ معلومه که بلدم، بودیم بریم تا دی نشده. نمیای؟ آخه بیبی ماه به من گفت از خونه دور نشو، همین جا بازی کن. مگه ما بچه ایم؟ اصلا تو نیا، ما دیگه بزرگ شدیم، تازشم خیلی زود برمیگردیم. بچه ننه من ترسو نیستم، ولی بچه ننه ای. نه خیرم، بریم، ولی سب کنین برم اجازه بگیرم بعد بریم. ما بچه ننه و ترسو با خودمون نیبریم. کوچولو تو برو خونه. من کوچولو نیستم. خدافظ. چرا میخندین؟ خب باید اجازه بگیرم دیگه. محک نمیای، دیر شد. محک بیا، خسته شدن. دارم میام، صبر کنی. باشه، ما رفتیم. بیا دیگه تو. کجا دارید میرید تو اون تاریکشم؟ به تو چه مگه فضولی؟ پر رو. من که گفت. کجا دارین میرین؟ صبر کنی. ایوا، نکنه اینا برن بعد راهو بلد نباشن یا گم بشن، بیبی منو مقصر بدونه. وای دارم از دست اینا دیوونه میشم. صبر کنین منم بیا. شما ماهک نوه بیبی رو ندیدی؟ نه، ماهک کیه؟ ماهک نوه بیبی؟ نه نمیشناسم. پس کی میرسیم خونه؟ چقدر هوا تاریک شده. نکنه راه خونه رو گم کردی؟ آره، هوا خیلی تاریک شده. من میترسم. بکنم گم شدیم، بکنم راستی راستی گم شدیم. دلم میخواد برم خونه پیش مامانم باشم. چی؟ گم شدیم؟ همش تقصیر شما دو نفره، وگرنه من الان خونه کنار بیبی ما بودم. بمون نیا، راستی که نیا. بازم ما قرار بود تابعی به جنگل بریم. بیبی ما چه بچه هایی؟ چه بچه های خوشگل و گوگولی مگولی؟ شما چقدر شبیه پریه چه قصه ها میمونید؟ چی شدی؟ گم شدیم، راه خونه رو گم کردیم. بله، گم شدیم. چرا؟ ترسیدین الان؟ خیلی. Ha 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 ha!
جنگل که ترس نداره. آخه هوا خیلی تاریک شده. او ترس نداره. جنگل که ترس نداره. تازشم شما بچه های شجاع و قوی هستین که تنهایی اومدین جنگل. ما فقط میخواستیم بازی کنیم. اینکه خیلی خوبی. خب بازی؟ حالا که بچه های خوبی هستین میخوام شما را ببرم یه جای خیلی خوب که بهتون کلی خوش بگذره. کجا؟ یه جایی که یه عالم دوستای خوب همسن و سال خودتون هست. یه جای سرسبز که پر از گلای رنگیه، پر از پروانه، برق و خروس، پر از دوستای خوب. یه جایی که مثل سرزمین شکلاتیای توی قصه ها میمونه. یعنی میشه خوردشون؟ وای راست میگی؟ بله. پس که ما رو میبریم اونجا؟ خب من بهتون راه و نشون میدم، خودتون بریم. اونجا شیرم هست، شکلات های خوشمزه. این کیسه آردو بگیرین و برین تا برسین به اونجایی که میخواییم برین. کیسه آرد؟ آره، با کیسه آرد مسیر رو نشونه گذاری میکنین و خیلی راحت راهتون رو میتونین پیگیری کنید و برگردین. ممنونم که کمکمون کردین و راهو بهمون نشون دادین. مرسی کل فری. کیسه آرد رو سوراخ میکنین تا اینکه مسیری که میرین خط کشی میکنین، میرین تا اونجا. هر موقع هم خواستین برگردین همون مسیر رو برمیگردین به همین راحتی. میریم به شهر شکلاتی. بله. ولی هوا یکم ابریه. آخه راه که دور نیست، شما زود برمیگردین. حالا بیاین تا بهتون شکلات بدم. ممنون. مرسی. شکلات های خوشمزه که خوردین تو راه گشنتون نشه. ممنونم. تا برسیم به شهر شنگون. خدا حافظ بچه ها. یه موچه بخور. بس که صدای این جیرجیر خانوم میاد. بخور بخور گشنمه، هیچی گیرم نیومده. بخور بخان. چه خوب و شاده، حوصله‌ش هم زیاده. چی میگی جیر جیر خانوم؟ همسر خوب و نازم، الهی که فدات بشم، برو واسم شکار بیار، میخوام که سرپا بشم. این که کاری نداره، چوبو برو آتیش کن، قابلمه رو آبش کن، آتیشو تندترش کن. هیله به کار گرفتم. هیله؟ تومه به دام انداختم. نکنه میخوای موش بگیری؟
و یه موش چندش بگیری. او خان واسه شکار داره، گوشت تر و تازه داره. سبزی برم بچینم؟ نمک و فلفل و ادویه، این چاشنی ها کافیه. پس زود برو، شال به کمر، گیوه به پا، کلا به سر، راستی آخان کوله ببر. باشه بابا من رفتم. پس اون رد آردی که درست کردیم کو؟ اون آردی که پری مهربون داد؟ آره. یعنی گم شدیم؟ چقدر سوال می‌پرسی. ماهک خدا وایسا منم بیاف. من اونجا یه رد پای خیلی بزرگ دیدم، خیلی بزرگ بود، خیلی. کو؟ اونها اونجا دیدم، اونجا اون ته. دیو اومده. دیو؟ کدوم دیو؟ اوخان. اوخان؟ او خان کیه؟ دیو خوشحالی و تاریکی. گوشی آب دادی؟ آره بی بی ما تصمیم گرفته همه رو جمع کنه که تلسم دیوو بشکنه. پس بی بی ما دست به کار شده. بذار گوش کنم. ما اینجاییم کمکمون کنی. کاش به حرفتون گوش نمی کردم، حرف بی بی ما رو گوش می دادم. به جای اینکه اینقدر قور بزنین و بترسین، باید دنبال راه نجات باشیم. چه مرگ تو شده باز؟ جیغ و داد نکنین، راه فرار ندارین. اسیر جنگال دیوی، تلسم خشک سالی. تو دیگه چی هستی؟ نترسیم بچه ها، آتر یه نگهبان جنگلم. اسیر دیو خوش سالی، دیو منو تلس کرده. شما ها باید به من کمک کنید تا بتونیم تلس رو بشکنیم. بچه ای که تو تاریکی بیرون بمونه، بی بر
ببرمش با خودم دیگه به خون.